عبدالله، سلام بر توی اشرف و سلام بر توی موسی و سلام بر هر مجاهدی که امروز با شما و در رکاب شما خنده به لب به خاک و خون بی جان شد. به ابی انتون و امی تبتون پدر و مادرم به فضایتون باد. فیا لیتنی کنتم اکن فافوز و فوزن نزیما. کاش با شما می بودم، کاش با شما می بودم و رستگار می شدم. به نام خدا و به نام حمل قهرمان ایران، به نام اشرف و به نام موسی، به یاد شهدای عاشورای مجاهدین، عاشورای 19 بهمن، از اینجا به حمل قهرمان ایران تا هر کجا که صدای ایران دوتا. جنگ با خمینی جنگی تمام عیار بود، نه فقط از نظر نظامی، قبل از هر چیز جنگی ایدئولوژیک. داستان آغشته به خون نسلی است که دائما بایستی بپردازه، دائما بایستی فدا بکنه، پیوسته باید از عزیزانش دل بکنه و پیوسته درس و صبر و مقاومت بیاموزه، پیوسته بایستی پای حرفاش بخوابه تا انتهای مسیر بره. داستان یگانگی، یکتایی و افراطی است. تا رسیدیم به روز موسی و اشرف، روز ذبح عظیم، فدای بزرگ. اما چه باک برای نسل، چه باک؟ به قول قرآن، مثل اونهایی که در راه خدا انفاق میکنن دارایی ها و سرمایه هایشون رو، مثل دانه ایست که در خاک کشته باشید، از یک دانه 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه، و اگر خدا بخواهد در مواردی باز هم افزوده تر و مضاعف خواهد کرد، چرا که خدا فزونی بخش و گسترش دهنده است و داناست. پیام به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار آزادی موسی خیابانی و سمبل زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی، 19 بهمن 1362. به راستی موسی شیراهنکوه مردی بود سرسخت و استوار و سازش ناپذیر، که حقاً در یکی از سیاه‌ترین ادوار تاریخ ایران غیرت و غرور و بی‌باکی و عزم جزم یک خلق رزمنده و قهرمان را در خود منعکس می‌کرد. با اعتماد به نفس و با آنچنان شخصیت مستحکمی که در بحرانی‌ترین شرایط باز هم صبور و آرام و مطمئن کنترل خود و امور تخت فرماندهیش را حفظ می نمود. از آن گونه مردان که در ظاهر هیچ نمود و داعیه‌ای ندارند، اما به هنگام سختی و محنت و در ساعت رزم‌آوری آنچنان می درخشند که گویی یا لنگر استوار کشتی در مسیر پرتوفانند. مردانی با یک دریا از پاکترین، بی‌آلایش‌ترین و معصومانه‌ترین عواطف شفاف و زلال انسانی، که هر ظلمت و تیرگی را در امواج نگاه نجیب خود شستشو داده و محو می‌کنند، و یا در اعماق جنگل بردباری و حلم خود مخفی می‌نمایند. مردانی که البته دیرجوشند و از آنجا که هیچ نیازی به مخفی کردن عواطفشان نمی‌بینند،
چه بسا اگر بی جهت مزاحم آنها بشوید، ابتدا کمی سرد و تند خو جلوه کنند. اما از آنهایی هستند که می توان یک عمر به آنها تکیه و اعتماد نمود. به سادگی آری و نه نمی گویند و هرگز پرچانگی نمی کنند. گاه حتی باید با تأکید و اصرار آنها را به سخن گفتن و ابراز نظر واداشت. اما آری و نه آنها را باید بسیار جدی گرفت و بر روی آن تا پایان یک مسیر حساب باز کرد. معلم کبیر و شهید بنیانگذار ما محمد حنیف نژاد از سالها پیش بر روی خصایص موسی تکیه می‌کرد. به نحوی که در اول دستگیری موسی در شهریور سال 50 موسی را در مواجهه با تمامی آزمایشات شکنجه و زندان صراحتاً تضمین کرده و به سایر برادران گفته بود که او موسی از پس همه آزمایشات برخواهد آمد. اما در مورد اشرف، زنی که مرادف مفهومش در هیچ کجای فرهنگ ننگالود شاه و خمینی یافت نمی شود، زنی که از آغاز همه دشت ها و بیابان ها و جنگل های انقلاب را در نوردیده و به راستی به درک محضر محروم ترین توده های مردم در روستاها و شهرها و شهرکای مختلف نائل آمده بود، زنی که لحظه به لحظه با انتخاب آگاهانه و آزاد خود به هویت انقلابی و توحیدیش نقش داده و در تمامی قامت از تیغ برنده رنجهای شکنجه و شلاق زخمها داشت. با گوشی ناشنوا شده بر اثر ضربه دشخیم و آثار زخم و شکنجه های پس از انفجار، با دریایی از خلوص و ایمان انقلابی که کمترین انگیزه تظاهرآمیز و خودنمایانه به آن راه نداشت و در هر قدم می شد این صفا و پاکیزگی درونی را با آزمایش جدیدی در گذشت و فداکاری محک زد. از آن گونه زنان که از آنچه که اصطلاحاً آثار بازدارنده نابرابری های تاریخی نسبت به مردان نامیده می شود اثری با خود نداشت و چه در دوران دانشگاه و چه در درون سازمان یا زندان و چه بعد از آن، آنقدر اندیشیده و خوانده و برخورد کرده و محتوای واقعی کسب کرده بود که دیگر هیچ چیز نمیتوانست در او کمترین تزلزلی ایجاد کند. با جامعیتی در خور ستایش که مهارت‌های مبارزاتی و فنی و حرفه‌ای و نظامی ویژه‌ای به او میداد و قابلیت‌های او در اداره امور خانه و خانواده را نیز مضاعف می‌نمود. همراه با آنچنان علو روح و سعه صدری که ظرفیت و تحمل و طاقتی خیره کننده به او می‌بخشید. به راستی آنچه شخصاً طی یک زندگی مشترک به رأی العین از صفات ارزنده انقلابی در او دیدم، در کتاب‌های مربوط به شرح احوال برجسته ترین زنان انقلابی معاصر نیز نخواندم.
در زمره انقلابیونی بود که درک آنها از آنجا که در پاک باختگی کامل هیچ اصراری به درک شدن حق و مرتبت خود از جانب دیگران ندارند مشکل است، اما در جریان و کار زندگی در هر قدم احترام و خضوع آدم نسبت به آنها بیشتر جلب می شود و تنها وقتی به درک کامل مرتبت آنها نائل می شود که دیگر در دسترس نیستند و پروانه وار به دیار اعلا پرکشیدند. همانها که نظاره کشتارها و جنایات خمینی سخت ترین و رنجاورترین بخش زندگی آنهاست و در این رابطه نزدیک است که در اقیانوس عواطف انسانی خود غرقه شده قالب تهی کنند و یا در آتش این اندوه بزرگ بارها به جای کبوتران خونین بال میلیشیا بسوزند و خاکستر شوند و یا در گورستان زنده زنده در کنار آنها بیارامند. این سیمای اشرف زنان و خواهران و مادران مجاهد ماست که گسسته از قید و بندها و فرهنگ دوران استثماری وجود تاریخی جدیدی را که زن انقلابی موحد و مجاهد باشد عرضه می کند. زنان مجاهد در همین راستا سر بر قدوم فاطمه زهرا و مریم عذرا می سایند. اساسا بیشه در فرهنگ فودالی داره و به صلاح ما در روابط عذاب رعیتی باید ریشه افکارون رو سری کنیم. سعی میکنی که نشون بده که اساسا زن در پیشرفت جهان هیچ نقشی نداشته و وظیفه اون فقط منحصر به بچه داری و خونه داری و توی خونه موندن و انجام یک کارهایی از قبیل آشپزی و خونه‌داری و خیاطی و بافندگی و بالاخره هر کاری که بشه توی خونه انجام داد. این مسئله کاملا روشنه که زنی که وارد عرصه اجتماعی نشه و در محیط بسته خونه بمونه با کدوم آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی قادر خواهد بود فرزندان مناسب جامعه تحبیل بود. مجاهدین هستند، خواهی نخواهی هستند، اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند ما قادریم و حاضریم قاطعانه به آنها بگوییم که نه، اشتباه میکنید، مجاهدین را نمیشود از بین برد. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیست. مگر گذشته نشون نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حقه. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد دست دیگری حتما آن را برخواهد گرفت. پس ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از اونها استقبال کنیم، ما حق داریم بر توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند بزنیم.
راستی که خون اشرف و موسی در رگ‌های تمامی مجاهدین و همه رزمندگان ارتش آزادی بخش در جوشش مداومه. بدون اون فدیه‌های عظیم، رسیدن به قله‌ها و فرازهای بعدی و حل و فصل مسائلی که بعداً از نظر سیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیکی برای ما و انقلاب نوین مردم ایران حل شد غیر ممکن بود، به خصوص اگه شقاوت و دجالیت بی حد و حصر دشمن ضد بشری رو اون هم در این ابعاد غیر قابل توصیف در نظر بگیریم، به نحوی که حالا ما با وضوح بیشتر و با درک عمیق‌تری به این حقیقت ناب ایدئولوژیک پی می‌بریم که پنجه در پنجه شدن با دجالیت خمینی و به زمین زدن ایدئولوژیکی و اجتماعی و سیاسی این مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران امکان نداشت و میسر نبود، مگر با پرداخت چنین فدیه‌های عظیمی و با برخورداری از طاق بالا بلند ایدئولوژی و فلسفه انقلابی توحید که اون رو در راستای رهایی و تکامل تفسیر و تبیین میکنه. رسالتی که در شرایط ویژه ایران به طور تاریخی بر عهده مجاهدین و ایدئولوژی پیشبرنده اونها بود که در صدر محور انقلاب و ترقی در این دوران در ستیز تمام عیار با ارتجاع خمینی و در فدای تمام عیار برای آزادی تعریف و شناخته میشه، چرا که بدون یک ایدئولوژی پیشبرنده انقلابی هرگز نمیشه یک سازمان و جنبش انقلابی داشت. تو آن بیمانت کن تو بغرد بر گلها بغرد آتش با بر زهران.